بزرگداشت از چهارمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی. اعضای خانواده و برخی از مقامهای حکومت با گذاشتن اکلیل گل یاد استاد ربانی را پاس داشتند. اینجا هم برخی از مقامهای پیشین و بر حال حکومت، رهبران جهادی و دهها هوادار برهان الدین ربانی گرده هم آمدند و کارنامه‌های آقای ربانی را ستایش می‌کنند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور میگوید که دشمنان مردم افغانستان برهان الدین ربانی را برای برهم زدن روند صلح افغانستان ترور کردند. پروسه صلح ما را به اوج شهرت جهانی رساندن و قریب به کامیابی رساندن که شهید شد. شهادت استاد فقط و فقط بر تخریب پروسه صلح افغانستان بود تا کشور ما صاحب صلح نشود و مردم ما صلح نبیند. عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی که این وقتها موضع‌گیری های تند در برابر طالبان و دیگر مخالفان مسئله دولت دارد، باری دیگر خطاب به نظامیان کشور گفت که جنگ در برابر گروه های تروریستی اجر بزرگ دارد. او هشدار داد که برای پیروزی در این جنگ حکومت باید دشمنان درون نظام را تصفیه کند. دشمن در زیر زنخ ما قرار دارد. تا دشمن در اینجا تصفیه نکنیم، حد اقل از صف خود دورش نکنیم، با خطرهای قوی و جدی مواجه خواهد شدیم. خدا نخواه، خدا نخواه. ای گپی ما که تان نوشته کنیم، اگر باز ای جنایتکارا به دروازه های کابل رسیدن، به دروازه های کابل، یک جنگ از داخلتان بر ضدتان شروع خواهد شد. عبدالرب رسول سیاف همچنان پرده برداشت که دشمنان افغانستان برهان الدین ربانی را به خاطر ترور کردند که او میکوشید مجاهدان را روی یک محور گرده هم آورد و متحد. خراب است. همزمان با این، صلاح الدین ربانی پسر بزرگ برهان الدین ربانی از حکومت خواست تا به پرونده های قتل های زنجیره‌ای به گونه جدی رسیدگی کند. نمیدانم که پیگیری این پرونده ها به کجا انجامیده است. به همین دلیل امروز یک بار دیگر از نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی میخواهیم که پرونده های ترور های زنجیره‌ای 1.5 دهه اخیر را پیگیری کنند و به خواست مردم که دانستن ریشه های اصلی این ترور های زنجیره‌ای است پاسخ بگویند. صلاح الدین ربانی همچنان گفت که نظام سیاسی افغانستان باید اصلاح شود، زیرا این بخشی از موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی است و هم یکی از آرمان های برهان الدین ربانی بود تا یک نظام مختلط به میان آید. پروفسور برهان الدین ربانی در 29 سنبله سال 1390 هجری شمسی در خانهش در منطقه وزیر اکبرخان شهر کابل از سوی انتحار کننده که گفته می شد پیام آور صلح است ترور شد. او هنگام مرگش رئیس شورای عالی صلح و گفتگو کننده ارشد دولت افغانستان با طالبان بود.